that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. وزیر خارجه آمریکا: ارزیابی ما این است که حمله به کشتی‌ها کار رژیم ایران است. بیانیه کاخ سفید: دونالد ترامپ در جریان جزئیات حمله به نفتکش‌ها قرار گرفت و در حال بررسی اوضاع است. اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات یاد شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست در این خصوص واکنش نشان دهد. That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره حمله به نفتکش‌ها گفت: ارزیابی ما این است که حمله به کشتی‌ها کار رژیم ایران است. وی افزود: در 12 ماه مه نیز حمله به یک کشتی در تنگه هرمز کار رژیم ایران بود. حمله به سفارت ما در عراق کار رژیم ایران بود. روز گذشته 26 نفر در حمله به فرودگاه عربستان سعودی مجروح شدند که کار شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران بود. مایک پومپئو گفت: رژیم ایران خواهان رفع فشار حداکثری است، اما جامعه بین المللی حمله به شهروندان و کشتیرانی را محکوم می کند. رژیم ایران دیپلماسی را باید با دیپلماسی جواب دهد، نه با ترور. ما از همه دعوت می کنیم تا در این تلاش علیه رژیم ایران به ما بپیوندند. کاخ سفید در واکنش به حمله صبح پنج شنبه به دو نفتکش در دریای عمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دونالد ترامپ در جریان جزئیات این حادثه قرار گرفته و به همراه دیگر اعضای دولت در حال بررسی اوضاع است. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، در این بیانیه کوتاه تصریح کرد: رئیس جمهوری در جریان حمله به کشتی‌ها در دریای عمان قرار گرفته است. دولت آمریکا مشغول بررسی اوضاع و آماده کمک در این زمینه است. انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد که عمیقاً از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع انفجار در دریای عمان نگران است. لندن تأکید کرده است که با مقامات محلی و دولت‌های منطقه در این مورد در تماس است. به گزارش رویترز، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که در جریان یک کنفرانس خبری با همتای آلبانیایی خود سخن می‌گفت، حادثه روز پنجشنبه در دریای عمان را نگران کننده خواست. اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات به نفتکش‌ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست در این خصوص واکنش نشان دهد. احمد ابوالقید، دبیرکل اتحادیه عرب، با تاکید بر اینکه برخی طرف‌ها سعی دارند منطقه را به آتش بکشند، خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان شد. وی که در جمع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می گفت، حوادث اخیر را تحولی خطرناک در خاورمیانه توصیف کرد. ولی فقیه ارتجاع در دیدار با نخست وزیر ژاپن با گران فروشی برای وی گفت: مذاکره با آمریکا هیچ مشکل از ما حل نخواهد کرد. ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می‌توانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونه.